خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از بازتاب پرتاب ناموفق ماهواره پیام خواهیم گفت تا سخنان رئیس جمهور در سالمرگ هاشمی رفسنجانی. و البته ماجرای دستگیری خبرنگار پرستیوی در آمریکا همزمان با سنگین‌تر خواندن اتهامات خانم نازنین زاوری در ایران. سلام آقای بهنوت. بریتانیا در هفته‌ای که گذشت سرگرم برگزیت بود و میگن که بدترین شکست تاریخ دولت سرکار رو داشت تجربه میکرد. در ایران چه خبر بود؟ در ایران خب خبرها تقریبا میشه گفتش که سیاسی بود، به دلیل اینکه هم سالمرگ آقای هاشمی فرصتی داد برای اینکه هم منقدین و هم طرفدارای ایشون حرف بزنن و یه مرتبه این شعله با گفته‌های آقای خوئینی های سر داغ هم شد، هم اینکه بحث در اینکه اصلاح طلب‌ها و معتدلیون داخل کابینه به جان هم دیگه افتادن و علیه هم دیگه برگویی میکنند یه فرصتی داد به دست اصولگراها که این دفعه پاسخ بدند و همون استدلال رو به کار ببرن که در مورد آقای احمدی نژاد اصلاح طلب ها به کار میبرن. اصلاح طلب ها در مورد 8 ساله آقای احمدی نژاد به اصولگراها میگن از بالا تا پایین همه تون معتدل و غیر معتدل و تندرو اینا همه مقصرین، چون شما احمدی نژاد سر کارو بردید و مدام به حافظه تاریخی اشاره میکنن. بله، این دفعه حالا اینا میگن که مثل که شما حافظه تاریخی ندارین و بنابراین در همه دستگلهایی که دولت های روحانی به آب داده همه تون، یعنی هم اصلاح طلب ها هم معتدلیون، همه با هم هست. خب میخواین از روزنامه آرمان امروز شروع کنیم و صحبت‌های آقای حسن روحانی. آقای روحانی امسال در حقیقت تحسین‌آمیزترین نطقی رو که تا حالا در مورد آقای هاشمی گفته بود اجرا کرد، یعنی خیلی از ایشون به بزرگی یاد کرد و تجلیل کرد و اینا که بود. این یکی بحثی است که در این شماره آرمان عمده شده. یکی هم یه بحث دیگه ای هم آرمان داره. بگید شما یک بحث دیگه ای که آرمان کرده، در واقع اشاره کرده به تأمین امنیت ملی در گروه امنیت روانی دستگاه دیپلماسی از نوذر شفیعی. بله، میدونید که خلاصه حرف این هستش که خیلی خوب هستش که الان در این دنیای پرآشوب و این اتفاقات که میفته ایران دیپلماسی فعالی داشته باشه، اما دیپلماسی فعال ایران منوط به این هست که امنیت روانی خود هیئت دیپلمات‌ها و مذاکره کننده ها فراهم شده باشه، که حرف درستی است. بله، بریم روزنامه بعدی رو ببینیم. چه سرصدایی کردن این سربازان خوشحال نیست؟ خیلی قشنگ بود اون ویدیویی که ازشون پخش شد که در حال زدن و رقصیدن و اینا بودن، خیلی خوب بود، شاد بود. در هفته صبح هم رفتن پیدا کردن، گفتگوی کرد فرید عطارزاده با این جماعت بعد از انتشار کلیپ. تیتر ما سربازان خوشحال. ما سربازان خوشحال. و بعد البته همزمان سردار کمالی هم خب ابراز خوشحالی کرده بود، در نتیجه مخالفت های ذره آروم شد. خب روزنامه رسالت رو ببینیم، به همون بحثی که شما گفتین اشاره کرده. بله، این همون موضوعه. در حقیقت رسالت که در این دوره تازه با سردبیر جوان که حالا مقالش هم عرض میکنم تغییر فرم پیدا کرده، از اون حالتی که همیشه ستا روحانی در یک کادر خاصی در وسط صفحه باشه بیرون اومده بعد از 40 سال، علیه گفتگوی کرده است با چهره های اصلاح طلب درباره مواضع تغییر یافته رئیس دفتر رئیس جمهور. چرا میگه تغییر یافته؟ به خاطر اینکه آقای بایزی از اون حزب اعتدال توسعه هستن یا برعکس ممکنه باشه. و اینجا در بین حرفایی که زدن یه ذره به اصلاح طلبها برخورد. البته اصولا مسئله آقای بایزی و اینکه ایشون بیشتر اصولگراست تا میانه رو معتدل و از این حرفا خیلی بحث بوده همیشه، ولی به هر حال این بحث اومد حاد شد. حالا میبینید که با آقای شیرزاد و با محمد هاشمی و با آقای صادقی و با آقای ابتهی رئیس دفتر و معاون رئیس جمهور آقای خاتمی گفتگو کرده و همه این گفتگوها رو نتیجه‌اش آقای پورهادی در اینجا آورده که
اون عرضی که کردم، یعنی برگشت اون همه شما مسئول میگه، همه تون با هم مسئول. خب میتونیم بریم روزنامه ایران رو ببینیم قبل از اینکه بخوایم عکس به قول معروف وزیر جوان روی روزنامه هست. شاید خوب باشه اشاره کنیم به توییتی که آقای آذری جهرمی کرد و در اون توییت گفتش که خبر خوبی براتون دارم، هشتگ آینده روشن. و واقعا اگر شما میرفتین اون کامنت های اون زیر رو میخوندید اصلا روزتون شاد میشد. خیلی مردم شوخی میکردن و اینا، و در توییت بعدی که اشاره کردن به همین داستان ماهواره پیام که متاسفانه گفتن که نرسیده به مرکز زمین، مدار زمین، بله نرسیده، آخرش هم نوشتن که توییتی که کردن آخرش گفتن که بعضی شوخیاتون با بعضی از شوخیاتون حال کردم. بله ببینید اینجا الان غیر از خود حادثه که به حال حادثه ایست که هم از این طرف مهمه، هم دنیا مهم دیدتش و هم دنیا بهش اعتراض کرده و در این حال حرفایی را هم شنیده شده، اهمیت موضوع به حال کم نیستش. خود این پرتاب یک موشکی که بتونه ماهواره ببره، اونها میگن که در این موشک و اگر بتونه ماهواره ببره میتونه سلاح هسته‌ای هم ببره. به حال حالا تا این بحث بین‌المللی هست اینو بگیم، یه بحثی همیشه وجود داشته است اینکه چرا دستگاه حاکمیت در ایران اینقدر در ارائه آنچه که داره، حالا هم از خوب یا بد، حوادثی که اتفاق میفته، همه اینا اینقدر ناتوانه. چرا اینقدر این دستگاه غلط کار میکنه، اینقدر حرف متناقض میزنه، هر ماجرای ساده ای رو اینقدر پراکنده گفته میشه که خودش تبدیل میشه به یک تئوری توطئه خود به خود. همیشه درباره این حرف زده شده، دقیق گفته نمیشه و با توجه به دنیایی که تو شبکه‌های اجتماعی به هر حال وجود دارن و فعالند، این دفعه ظاهرا موفق شد آقای جهرمی و راضی کرده حضرات رو که در یه نمونه بده و بنابراین با یه عده خبرنگار راه افتادن رفتن و همونطور که شما گفتین اول یه توییت کرد که خبر خوبی داریم، بعد با اون خبرنگار رفتن اول اونجا رو بازدید کردن که گزارشاش هم نوشتن، گزارششون جالبه، بعدم مثل بقیه منتظر موندن که بره هوا و بعدم بودند و دیدند این تأثری که دست داد وقتی که نتونست در مدار قرار بگیره. او هم به شکل خیلی متمدنانه امروزی جهان پسندی اینا رو منعکس کرد، یعنی اول همونطور که شما گفته اون کار کرد و در مراحل بعدی هم گفتش ولی در مدار قرار نگرفت و بازخوردش فوق العاده خوب بود، یعنی همدردی که مردم نشون دادن بابت خود این کار و بعد که در نتیجه روزنامه ایران هم یک سرمقاله نوشته توش این رو، همین این رو که رساندن درست خبر چقدر تأثیر مثبت داره رو بیان کرد، به همین جهت هم عکس ایشون رو گذاشته اونجا به عنوان پیام آرام. بله بریم روزنامه جوان رو هم ببینیم. در آخر هفته سه تا نکته مهم برای جهان وجود داره که خب ارزش مهمه. یکی این صد نشینی دلچسب هست بعد از اینکه ایران عراق تساوی داشتن، تو خیلی اکسسا که نشسته بودن مسابقه رو تماشا میکردن راضی نبودن از این مسابقه 0-0 این مدت، ولی وقتی که به تدبیر یا به استراتژیش پی میبردن و با هم دیگه بحث کردن یواش یواش رضایت هم دادن. به حال ایران رفت در صدر جدول خودش و به شکل محترمانه ای رفت به دور بعدی. بعد سرلشکر جعفری در پاسخ تهدیدهایی که شده به خصوص بعد از همین پرتاب پیام که نتانیاهو حرف زد، میگه از قرش موشک‌های نقطه زن ما بترس و بنابراین به او میگوید که اگر دست از پا خطا بکنی خلاصه ما هم وسیله داریم. در اون بالا هم خبرش که خبر اصلی مهمی هم هستش، دولت آمریکا مسئول جان مرضیه هاشمی است. خانم مرضیه هاشمی که امریکایی ها اصلا هم هستش و اسمشون چی بود؟ ملانی فرانکلین. ایشون رو در امریکا گرفته، در حالی که از یه ایالتی میرفت به ایالت دیگه، گرفته پلیس و اطلاعاتی که از طرف یه منبع نامعلوم از بستگان ایشون داده شده حکایت از این داشته است که به او نگذاشتن که حجابش رو نگه بداره پلیس و بنابراین حجابش رو ازش برداشتن، عکس گرفتن با یه تیشرت آنچنان که معمول اونجا هست و بعد هم این که غذا هم که میدادن اون غذا خوک داشته توش و دارد. این در حالی که گفته و نقل کرده از قول معاون برو مرزی صدا و سیما که به حال ایشون با پرستیوی کار میکرده و پرستیوی متعلق به صدا و سیما هست،
توضیح دادن که خب این کارهای وحشیانه ایست و این نشون دهنده این است که حقوق بشر در آمریکا رعایت نمیشه. اینا دست تصادف روزگار هست یا نیست که در این حال این کنار هم شما از قول دادستان تهران میخونید که میگه نازنین زاغری سنگین ترین اتهامات رو دارد. بله. بنابراین این به حال تو ذهن همینطوری خود به خود این دو تا با هم دیگه مقایسه میشه. بله. آقای بهنود، نگاهی میکنیم به برگزیده ها، اما قبلش من بگم که در برنامه هفته پیش دیدبان به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی از رهبران سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه اشاره کردیم. سینا در توییتر و مجید در ایمیلی گفتن که چرا ما در دیدبان به دیدار اعضای مجلس که توسط خود آقای بخشی و خبرگزاری‌ها منتشر شده بود اشاره نکردیم. در زمان ضبط برنامه هنوز خبری از این دیدار منتشر نشده بود و پس از اون هم آقای بخشی در صفحه اینستاگرامش نوشت که روز سه‌شنبه 17 دی ماه به همراه وکیلش برای تحویل شکایت به کمیسیون اصل 90 به مجلس رفته و به درخواست فراکسیون امید با تعدادی از نمایندگان این فراکسیون دیدار داشته و نه با گروه تحقیق و حقیقت‌یاب رسمی در مجلس. این رو هم توضیح بود که من گفتم بدم. خب بریم سراغ ابرار ورزشی برگزیده این هفته. خب این یکی از نمونه های روزنامه های دیروزه که واکنش نشوندن در مقابل این پیروزی، میگه یک مساوی پربرخورد بود. واقعش هم اینطوریست که حتی کشور دیگه هم که پخش میکردن، از گل گوینده یکی از این کشورها شنیدم که میگفتش که داوری خیلی خوب نبوده. یعنی یه دونه پنالتی قطعی بود و یه جای دیگه هم صدای همه رو در آورد. دو تا جا داوری به هر حال با اعتراض روبرو شد و آخرا هم داشت اون مهربانی اول از بازی گرفته می‌شد و برخورد تند می‌شد که خوشبختانه بازی تموم شد. خب این برخورد ابرار ورزشی است با این مسابقه. بعدی ایران عصر هست که به درگذشت آقای حسین محب احری اشاره کرد. بله، آقای احری بدونید که بیشتر روزنامه‌نگار بود و بعد از روزنامه‌نگاری رفت به تلویزیون و برنامه‌ای که مورد پسند کودکان بود رو درست کرد و بازی از ایشون دیدیم و اینا. بله. حیف شد، حالا موقعش نبودش. بله. تیزرش هم قشنگه. آقا اجازه من رفتم. آره، این تکی کلامی هم بود اونجا. بعدی نقطه بند هست، فصلنامه اقتصادی فرهنگی. نقطه بند این شماره هفتمه که در میاد. اگه شما از من بپرسید یا خواننده بینندگان بپرسن که خب چرا تا حالا نشونش ندادیم نشریه به این خوبی رو با این شکل به این خوبی، باید خود توضیحی رو که سردبیر خانم گلنار آدابی داده است، من همینقدر ریز و مفصل وقت نمی کنیم وگرنه همینقدر. ایشون نوشته است که اگه صادق باشم باید بگم نقطه بند هیچ هدف بلند مدت، مأموریت یا چشمانداز مشخصی نداشت. بله. نقطه بند برای من و مرسده همیشه جایی بوده تا موضوعی رو که علاقمند بودیم در موردشون بیشتر بدونیم پیگیری کنیم. بله. هر وقت موضوعی دغدغه ذهن ما میشد یه شماره اختصاص دادیم بهش. به حرف این اونم گوش نکردیم که میگن اگه مرتب منتشر نشین گم میکنند و اینا. به همین دلیل. من بپرسم این خانم مرسده کی هستن؟ حالا شما توجه داشته باشین که دو تا خانم مرسده که فکر کنم خواهر باشن، شاید مرسده آدابی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هست، گلنار خانم که اینو نوشته لابد من اینطوری فکر میکنم چون به عنوان سردبیر اسپورت ازشون هم هستن، در این حال به عنوان دبیران تحریری هم از خودشون دو نفر اسپوردن، در این حال تو تحریری هم اسم اونا هست به اضافه اینا. با این مقدمه شروع میکنه ایشون که به ما بگه که این نشریه دلخواهیه، یعنی نشریه دلخواه ما دوتا هستیم و دفعه گذشته هم که شده همینطوری اتفاق افتاده، یعنی به ذهنمون رسیده دلخواهمون بوده دادیم و ضررش هم دادیم، تیراژ اونطوری هم به دست نیاوردیم، خیلی از شماره هم نفروخت. اما بعد از اون اشاره میکنه که این شماره رو به پیشنهاد یکی از بزرگواران این شماره رو داده است به ادبیات. اونم احتمالاً با اسم کوچیک معرفی کردن که بازم باید فهمید کی هستن. علی مسعودی چه بوده. بعد حالا با همه این مقدمه این شماره خیلی شماره خوبیه. خیلی مجله خوبیه. اصلا ساده نگیرید. پیمان اسماعیلی نوشته که داستان نویس درجه یکیه واقعا. پیمان اسماعیلی متعدد ازش چیز خوندیم، تو یاد من به خصوص اومده یکی از قصه هاش جیبای بارونی تو بگرد.
بعد باهاش مصاحبه شده مفصل، بعد همینطور ادامه داده با خورشیدفر. خورشیدفر که هم کنترباس میزنه، اینجا عکسش رو میبینید، هم یک رمان معروف تهرانی ها داره که بارها چاپ شده و یکی از بهترین رمان‌های نسل جدیده. یعنی هر وسیله دیگری شما اگه میخواستین ایجاد بکنید که قصه نویسی رو معرفی کنین، خانم روانگیز شریفیان رو ببینید، یعنی به نسل‌های مختلف توجه داشته باشید و به خصوص کارت پستال ایشون رو به یاد بیارین که یکی از قصه‌های معروف خانم شریفیان هست، و بعد خانم محب‌علی رو که خیلی دوست داشتیم، این چیزا رو یک وای خواهم سادید آخرین کاری که کرده، خیلی رمان خوبی بود، واقعا استثنایی بود. توی مصاحبه هم ایشون نشون میده که خیلی با اون چیزی که ازش برمیاد، و بعد میرسه به شیخ مترجمین موجود ایران، آقای امرایی. امرایی که جانشین محمد قاضی دورجونش هستش و کمکاری آقای نجف دریمندری تو چی میکنه، با او هم گفتگو میکنه. من فکر کنم هر کسی دیگه اگه میخواست ادبیات معاصر که حضور تو صحنه داره و جدی حرف بزنه و همینطور در این حال ترجمه رو هم معرفی کنه، باید همین کارا رو میکرد که نقطه بند کرده، و بنابراین با اون مقدمه قاعدتا برای جالب‌ترین سرمقاله بود که تا حالا من دیده بودم. بریم قلم‌یاران، مجله بعدی. این قلم‌یاران نشون میده که نفوذ و اعتبار نظریات های دکتر جواد طباطبایی بیشتر شده و بیشتر هم میشه، و اینجا یه بحث مفصلی داره در مورد آقای عوازری. حمله جناب طباطبایی هست به نظریات آقای عوازری، این تا اینجاش عیبی نداره، ولی اینکه به عوازری و همسرایان او در دانشکده علوم اجتماعی بگیم حلقه بیخردی، این دیگه فقط جرأتش از آقای طباطبایی برمیاد، که بعد میرسه به این که مارکسیستایی که بعد از 40 سال فعال سیاسی بودن به اینجا رسیدن که به شریعتی و آل احمد برگردن، گویا به این مرتبه والا در حق بازی و عوام فریبی نائل شدند که بادکنک خطابه و فلسفه به ما بیاورند، به باورند که آره نه نه من بد خوندم، با خطابه و سفسطه به ما بباورانند که مخالفان نولیبریزم هستند، معتقد است نیستن. حمله شدیدی میکنه با آقای ارمکی، و بعد دیگه حالا غیر از ایشون طرفدارای یا پیروان آقای طباطبایی هم ادامه میدن. تیتر امیر هاشمی مقدم که دانشجو دکترای انسانشناسی هستش در جستجوی فاشیسم هست در مورد نظرات قومگرایانه آقای عوازری. پس بنابراین آقای عوازری که به این ترتیب، آیا مقاله از خود آقای عوازری هم هست یا نه؟ نه از این طرف نیستش. بعد میره به قسمت دوم اندیشه و حکمت، در اونجا هم بررسی چگونه تأثیر هابرماس بر روشنفکران ایرانی، اونم بحث آشنایی است که معمولا اصولگراها دنبال میکنه، البته نه فقط اصولگراها، اینکه هابرماس رو آیا اصلاح طلبها درست تشخیص دادن که اینقدر دنبالش راه افتادن یا نه، آیا اصلا دنبالش راه افتادن یا نه. بعد مثال میاریم بابت اینکه روابط یا نقل‌های مثلا حجاریان دیگران چقدر از اونجا، و اتفاقا در اینجا برخورد مناسبی میکنه به خاطر اینکه این مصاحبه‌ای میکنه با آقای علی پایا. خب ایشون اولا استاد بلند مرتبه است در این زمینه، و بعدم هابرماس رو هم خیلی خوب میشناسه و بقیه حضراتی که تو این زمینه ها کار کردن، بنابراین رای و نظری که میده داله بر این استش که بله یه جاهایی هم اصلاح طلب ها بعضی از اشتباه کردن، ولی به طور کلی نه از اون زاویه‌ای که برخورد تند شده با این موضوع. بریم مجله بعدی، شبکه آفتاب رو ببینیم با شکل و شمایل جدید. شبکه آفتاب منتظر انقدیش نبودینی؟ نه والا، ولی البته نوشته که ویژه تن متن. بله دیگه. حالا امیدواریم دفعه بعد اینطوری نباشه. این اندازه، حالا در این فرصت این پستی که به مناسبت سال مسیحی گیر افتاد و سه هفته به ما مجله نرسوند، ما بعضی از مجلات از طریق پی دی اف شون نشون دادیم، حالا جبرانی هم میشه. این سان که هفته پیش راجعش صحبت کردیم و گفتیم که همون گروهی هستن که قبلا در داستان همشری بودند و چوچه، به حال در این اندازه و این وجه هستش. میبینید که آفتاب، شبکه آفتاب هم در همین قطعه در اومده است. برای ما مشخص نکرده است که آیا میخواد که در این قطعه، قطعه صرف جویی کننده است، ولی خب یه چیزایی از دست میده. خب کاغذش هم کاغذ کاهیه، کاغذ گلاسه نیست، به خصوص قطعش و نوعش، یعنی تبدیل به کتاب شده.
این رو در توی مطالبم میبینیم، در خود مطالبی که در اینجا هست که فوق‌العاده خوب جمع‌آوری شده و اصلا من تصور نمی‌کردم که گروه شبکه آفتاب که توجهش بیشتر به گزارش‌های خیلی خوب بود و عکس‌های خیلی خوب بود و اینا بتونه تو این عرصه هم به این خوبی خودشو از آب در بیاره. خیلی خوب در آورده، چرا که اینجا هم میبینیم که ادبیات مطرحه. حتی یه چیزی من بگم، اصولا من خودم همیشه شبکه آفتاب اون بخش تن متنشو که ادبیات بود دوست داشتم و حالا اینا میگن که این یعنی چیزی که روی جلد نوشته ویژه‌نامه تن متنه که گویا به ادبیات و اینا پرداخته. تیترم زده چه خواهد شد. حالا من چه خواهد شد منو بیشتر میبره به قسمت آخر مجله که یا کتاب باید بهش بگیم که به اصولا موج مهاجرت ها و فجایعی که پشتش هستش و اینا میرسه و عکس ها و نوشته های مطلوبی داره و این مسئله رو، یعنی فرار از کشوری به طرف کشور دیگر رو، فقط هم توی ابعاد سالهای اخیر ندیده، در گذشته هم دیده، مثل بقیه کاری که شبکه آفتاب میکنه که معمولا همه پشت روشو میبینه. شاید جالب باشه که من بعد از مدت ها از امیرحسین رسائل یاد داشته دیدم و یاد داشته دیدم از آندره کورکوف، نویسنده اوکراینی، و نکته جالب این گزارش، این یادداشت برای من این بود که داره در اومده از اومدن آیکیا به اوکراین میگه و یه چیزی که خیلی فکر میکنم درد مشترک اوکراینی ها و ایرانی ها میتونه باشه اینه که میگه در اوکراین نمیشود دل همه را به دست آورد مانند هر کشور دیگر، ولی به نظر من پایانه های عصبی اوکراینی ها درازتر و پرتاقتر از دیگران است، چون در یک روز کاملا معمولی به راحتی ممکن است 10 بهانه برای مجادله های غضب‌آلود با فریاد های اینترنتی و اتهام های اینترنتی به وجود بیاید، ولی مشکلی نیست، مملکت به زندگی خود ادامه می دهد و علت مرگ و میر مردم هم نه شوک‌های عصبی بلکه بیماری‌های معمولی، پیری، جنگ و حوادث غیر مترقبه هست. اولش هم شروع می‌کنه با یه نگاهی به ایروان. بله. گزارش ایروان و اون بله اون مرحله، اون محله‌ای که پر از ماساژ، مراکز ماساژ هست. بله. که البته او دنبال موزه میگرده ولی در بین اونجا گم میشه. قصه خوندنی هم بله. از پیمان هوشمندزاده منتشر کرده خیلی. که اونم چند تا قصه خیلی خوب توش بود. خیلی. فکر کنم برسیم که با ترانه رو هم یه نگاهی بکنیم. خب از اون صرفه‌جویی ها گفتیم، از این صرفه‌جویی بیم بیرون. با ترانه یک نشریه است با کاغذ کلفت حدود 200 گرم و با ترانه اسمش دیگه ماهنامه فرهنگی هنری است که به ترانه میپردازه. به همین جهت هم عکس روی جلد چهارازناوره پیر البته که درگذشت و به عنوان یه اسطوره ای برای ترانه باقی بود، حرفشون درست است. یک گفتگویی کرده با بابک کریمی که ایشون رو شاید بیشتر با خاطر چند نقشی که در نقش هنر پیش بازی کرده به یادش بابک کریمی سالهای سال در ایتالیا کار تدوین میکرد. بله خیلی. واقعا هنرپیشه خوبی هم هست. بله. یعنی در ایتالیا هم البته کار بازیگری میکرد. فرزند اون پدره دیگه. بله. فرزند نصرت الله کریمی است دیگه. بله. بله. عرض می‌کنم که این چرا بحث جالبه، به خاطر اینکه این بحث مطرح کردن که این رفتاری که با گالوری و نمایشگاه خانم تحمین میلانی شد آیا درست بود یا غلط. هنوز این داستان ادامه هنوز ادامه داره و اتفاقا نشریات دیگه هم هستن که بهش پرداختن، تازه انگار که از شبکه‌های مجازی اومده است به نشریات چاپی. ایشون به نظرم یه برخورد کاملا درست میکنه، میگه که من در صدد دفاع از مثلا جنس و بافت نقاشی ها یا کاری که خانم میلانی کرده نیستم اصلا، ولی مخالفت رو با جیغ و داد و حذف و بستن گالری و پرت کردن بطری انجام نمیدند. این اول نیوسندم. این برخورد بسیار هنرمندانه است به نظر من دست کم. امیدوارم که بعضی بهشون بر نخوره و چیکار کنید. الان گفتیم از این آقای اوکراینی نویسنده اوکراینی دیگه. آره، در بخشایی که به گذشته ها میره مثل شماره قبلش با ترانه خیلی دلچسب میشه. به مناسبت 40مین سالگرد واقعی 17 شهریور یه گزارش فراهم کرده راجع به فرهاد و عرض کنم که راجع به
منفردزاده و اینا که هستن، یه مثلثایی رو میگه که در اون موقع شکل گرفتن، موسیقی درست کردن با نوک از شهریار قنبری و اسماعیل منفردزاده و فرهاد یه مثلث، اردلان سرفراز و فرید زولاند و داریوش یه مثلث، اردلان سرفراز و شمایزاده و گوگوش یه مثلث دیگه. همه اینا رو در موردشون صحبت کردن. همه رو در موردشون صحبت. خیلی هم خوب. محمد رضا ثقفی، کارتون آخر. کارتون آخر که داریم می‌بینیم از سقوط هواپیما صحبت می‌کنه، درست در هفته‌ای که این بوئینگ 707 سقوط کرد که گفتن حامل گوشت بوده و حال داشته می‌رفت از قرقیزستان گویا. از قرقیزستان اومده. بالا نوشته که نرمش نه چندان قهرمانانه. میگه نرمش کرد ولی قهرمانانه نبود که اونقدر که یه سری انتقاد هم شد که اصلا چرا باید از قرقیزستان گوش بیاد. میرسید این نکته آخر رو هم بخونید. بومن جعفری نوشته بود معاون داستان مشهد گفته بود که سلطان ترامادول رو دستگیر کرده. ای خدا، هر روز یه سلطان رو دستگیر کنه. میگه که حالا که حجت الاسلام سید جواد حسینی خبر دادن که نیروهای اطلاعات سپاه حر مشهد تونستن این افراد، این فرد رو بگیرن، این چه رو خوشبختانه حالا که او دستگیر شده باید ببینیم سلطان لاستیک، شیرنی، عسل، گل و بلبل، اختلاف، عشق و عاشقی، حالا اینا چی میشه؟ بخیر سلطانای دیگه هم دارن. خلاصه محض خنده، شاید سلطان چغندر قند هم بشه دستگیر کرد. بله. مرسی آقای بهنود و ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بنویسید. راه‌های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما و یا با آدرس توییتر بی بی سی دیدبان بفرستید. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.